گزارشگر مخفی ما میخواست اطلاعات بیشتری کسب کنه که چطور حمایت‌های مالی از نمایندگان کنگره صورت میگیره. بیا خودش اومد. دیوید اوک یکی از حامیان سرشناس اسرائیل تونی رو به یکی از نشست‌های جمع‌آوری پول دعوت کرد. دیوید اوک بنیانگذار هالوه، مؤسسه‌ای که برای شرکت جوانان به کنفرانس‌های ایپک پول میده. اوک بعداً به تونی زنگ زد تا درباره جزئیات صحبت کنه. یه نشست اجتماعیه؟ نه سب کن. یه لیست از آدمایی که مورد حمایت این گروه هستن برات ایمیل میکنم. این بزرگترین گروه سیاسی و قطعاً ثروتمندترین گروه در واشنگتنه. گوشی رو نگهدار. مارک کرگ، سناتور ایالت ایلینوی. تد دوچ، سناتور فلوریدا. باربارا کامستاک، نماینده ویرجینیا در کنگره. ریچارد بر از کالیفرنیای شمالی. کلی آیوت. خیلی عالیه. عضو کمیته تسلیحاتی هم هست. تو اتاق جمع میشن و میگن هر چیزی که گفته میشه قابل انتشار نیست. بعد کمی درباره خودشون توضیح میدن و حاضرین سوالات جزئی تر میپرسن. نشست جمع‌آوری کمک‌های مالی در یک منطقه خارج از شهر برگزار شد. این گروه ایپک که واقعاً هم تاثیرگذار هستن، بهترین جا برای سرمایه‌گذاریه و شبکه‌سازیش هم در آمریکا خارق‌العاده است. نماینده‌های کنگره و سناتورها کاری نمی‌کنن مگر اینکه تحت فشار باشن. دست روی دست میذارن تا اینکه تحت فشار کار انجام بدن. تنها راه فشار به اونا پرداخت پوله. در حال حاضر سقف قانونی پرداخت پول به هر کاندیدا 2700 دلاره که خودش پول زیادیه. همین مبلغ میتونه باعث احساس دین در نماینده بشه. اما برای اینکه نماینده کاری که میخواید و براتون انجام بده، باید این کارو بکنید. 50 نفر یا 100 نفر رو به مراسم جمع‌آوری کمک مالی دعوت میکنین. هر کدوم اونا 2700 دلار پرداخت میکنن و شما همه این پولو یک جا به فرد مورد نظرتون میپردازین. اینطوری مبلغ پرداختی حدود 250,000 دلار میشه. حالا گروهی از افرادو دارین که یک خواسته مشترک دارن و 250,000 دلار به نماینده پرداخت میکنن. اینطوری عملاً اون فردو خریدن. آنتونی براون نماینده مریلند در کنگره آمریکا و معاون سابق فرماندار این ایالت. این نشست جمع‌آوری پول برای آنتونی براون برگزار شد که در نوامبر 2016 در انتخابات کنگره شرکت کرد. این پول مستقیما مصرف میشه. براون این 30,000 دلار رو خرج تبلیغات کمپین انتخاباتی میکنه و معمولا کسانی انتخاب میشن که رقابت‌های تنگاتنگی دارن و به دنبال رابطه نزدیک با ایپک هستن. میخوان که جامعه یهودی در این محیط کوچیک ارتباط چهره به چهره برقرار کنه. 50 30 و یا 40 نفر باشن و بگن این برای ما مهمه، ما بهت پول میدیم تا سیاستامون رو همون طور که میخوایم پیش ببری. اینطوری وقتی ازش تقاضایی داشته باشن، مثلا در خصوص توافق هسته‌ای ایران، میرن پیشش و بهش میگن هی ما بهت 30,000 دلار پول دادیم. این آدم داره دقیقاً میگه ما داریم این افراد رو میخریم، ما این همه پول خرج میکنیم، 100,000 یا 200,000 دلار خرج این طرف میکنیم تا اونو بخریم. قرار نیست تبلیغات انجام بدن. قوانین تبلیغاتی زیاده. من اصلا تعجب میکنم که ایشون دعوت شده. تا حال اصلا یه دعوتنامه حقیقی رو هم ندیدم. اوک شباهت جلسات مشابهی که در نیویورک شرکت کرده رو برام توضیح میده و میگه حتی اهدا کنندگانی از وال استریت هم در این جلسات حضور داشتن. با جف تلپینز نیویورک بودم. هیچ چیزی درباره فلسطینیا نپرسیدیم. میدونی چرا؟ چون موضوع خیلی بی اهمیته. یه موضوع کوچیک و بی ارزشه. الان موضوع اصلی ایرانه. میخوایم همه چیز روی ایران متمرکز بشه. جفری تلپینز مدیر صندوق پوشش ریسک در وال استریت. جف در اتاق پشتی با تعدادی از نمایندگان کنگره دیدار کرد. اهداف دقیق و براشون توضیح داد. جف 250 میلیون دلار سرمایه داره. پاکتی با 20 کارت اعتباری بهش دادن و بهش گفتن میتونی از هر کدوم از این کارتا 1,000 دلار برداشت کنی. قانونی برای شناسایی پولشویی‌های بالقوه در مراسم‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی تصویب شده که بر اساس اون باید پولای هدیه داده شده مشخص باشه. یعنی باید مشخص بشه چه کسی در این مراسم حضور پیدا کرده، هر فرد چقدر پول هدیه کرده و این پولا به کدوم نماینده کنگره هدیه داده شده. اسم گروهی که این کارو میکنه چیه؟ اسم نداره.
در واقع اسمی در کار نیست. اونا یه گروه سیاسی هستن. به دلایل کاملا قانونی افراد پولهاشون رو یکاسه میکنن. هدف این گروه مشخص دور زدن قانون پولشوییه. پولو در حساب خودشون ذخیره نمیکنن تا بعداً به اون مقام مسئول بدن. صرفا شماره کارتای اعتباری رو جمع میکنن و بعد این شماره کارت رو به کاندیدای مد نظر میدن. اینطوری هم قانون شفافیت اطلاعات کمک کنندگان نقض نمیشه و هم کاری که انجام میشه گزارش نمیدن. هر فردی باید محدودیت اهدای کمک 2700 دلاری رو رعایت کنه و هر کس از این مبلغ تعدی کنه نقض قانون به حساب میاد. قانون اجازه نمیده با پولشویی و استفاده از سایرین این کار رو انجام بدن. اگه تو 5000 دلار پول بدی، جف یه کاری میکنه که من بیشتر از 2600 دلار پول پرداخت نکنم. میفهمی چی میگم دیگه؟